به نام آن که هستی نام از او یافت بسیار شادبانم که از تلویزیون اندیشه با یاران و یاوران آگاه و همدل و همیار و همراه و همکارم سرگرم کار شدم رشته ای رو که بر عهده من گذاشتن در این زنجیر برنامه ها آشنایی هرچه بیشتر با زبان پارسی زبان پارسی زبانی که ناگزیریم ناچاریم هوای زندگی ماست و باید با اون زندگی کنیم تا تاریخ خودمون رو و شاخه های گوناگون رو بشناسیم بعد بدونیم که تفکی که این از انگل های های بیگانه در گفتار ما چگونه خواهد بود و چطور باید این رو پاک و پالوده کنه زبانی که با ستا زنجیر ناگسستنی با میهن ما با روان ما با فرهنگ و تاریخ ما با گفتار ما سر و کار داره زبانی که شناسنامه ملی ماست به حق شناسنامه ملی ماست زبانی که به حق شناسنامه ملی ماست و اگر اون رو پاس نداریم ما بی شناسنامه های جهان امروز هستیم این اگر زبان رو خوب بشناسیم و درست اون رو پاس بداریم میدونیم که نباید بیش از این این آب پاک، این ارث بزرگ نیاکان ما از صداهای پیش رو که به دست ما رسیده آلوده کنیم و اگه بیشتر از اون رو بیالاییم و بیشتر واجه های بیگانه به ویژه های تازی رو در اون بگنجانیم چه حالا بعد من توضیح بخواهیم در چه فرقی بین واجه های بیگانه است و واجه های تازی بیگانه این دوتا واجه حالا یه اشاره می کنم و رد می شم واجه های بیگانه فرض مثل رادیو مثل تلویزیون این واجه ها وقتی وارد زبان ما شدن این واجه ها ابتر و استروند و عقیم بودن رادیو فقط رادیو موند دیگه ازش جمع و جم و جمع و تفریق و گلان و بساره ساخته نشد جمعش هم میگن رادیو ها همچون تلویزیون و اکثر این واجه های بیگانه یعنی از زبان لاتین وقتی میادینه اما واجه های تازی به علت اینکه که سال اون گروه بیابانگرد تازی در ایران زندگی میکردن این واژه ها مثل میکروب میزان این خطرناکه جمع یه لغت جمع دقت کردی چقدر زایده این لغت واژه جمع مجموع اجماع اجتماع تجمع جمعی جماعات مجتمعات و مجموعات و و و و و خب این خطرناک ما همه اینا رو باید جلوش بگیریم از این گذشته غیر از این مسئله صفت به اصطلاح گسترش مثل میکروب گسترده میشه دخالت در خود زبان فارسی هم این واجه های بیگانه انجام میدن و آدم های بی سواد میان بخش‌های از واجه های بیگانه رو چون عرب ها واجه ما رو گرفتن دقت کنید 90 درصد واجه هایی که عرب ها به کار میاره از فارسی گرفته شده برای نمونه استاد استاد یک لغت فارسی است این استاد رو تازیان گرفتن به کار میان استاد خودشون تو عالم خودشون رو به جمع عربی بستن اساتید 99 درصد گویندگان ما گویندگان تلویزیون ما, ما سخنوران ما برنامه سازان ما نمیدونم استاد، حتی استادان ما میگن اساتید آقا اساتید که فا، استاد فارسی نیست که شما میگید اساتید اینا, اینا خطره برای زبان ما چرا خطره بعد در برنامه های امروز و در سخن بعدی شاید اگر موقعیت بشه خواهم گفت برای اینکه زبان ستونش دستوره دستور زبان فارسی در زبان فارسی ما دو تا علامات دستوری بیشتر نداریم ها و آن یا استادان یا استادها یا پسرها یا پسران یا دخترها یا دختران همین و همین این زبان به این عظمت دو تا نشانه جمع داره ولی عربی نی عربی خود لغت رو میشکنن جمع میشه رجال رو جمعش میشه رجل اصلا ای چیز دیگه میشه از این چیزا زیاده و ما هم از اون استفاده میکنیم و غلط و زبانمون رو آلوده میکنیم به هر ما اگر زبان خودمون رو ببینیم هر چی اون رو پاکتر بکنیم هر چی دقیق تر کنیم هر چی پالوده بکنیم به خوبی مشخص میشه که این زبان اصلی و ریشه دار ماست و ما در این زبان صاحب این کار هستیم این زبان ما رو از خیلی کارا نگه داشته این زبان ما رو در دوران دویس سال فرمان روایی عرب ها از عرب شدن حفظ کرده ما ایرانی ها در دوران دویس سال عرب نشدیم چون زبان ما بر اساس دستور زبان فارسی زبان فارسی بوده و عربی نبوده چون دستور ما دستور فارسی این است که به ناگزیر ما در این وسط اومدیم و باید به این زنجیره استوار به این تناب محکم بچسبیم با اون رو نگه داریم چرا من هم اکنون دارم با شما سخن میگم نه شما منو از نزدیک میشستید نه دوست بودید حالا اگر مهربانی داریم و خیلی با هم دیگه رفیقی ممکنه بسیاری از شنوندگان من را از نزدیک هم بشنم حال. اما چرا میفهمید من چی میگم چون فارسی سخن میگم البته بهتر بگم چون پارسی سخن میگم وقتی من به پارسی سخن میگم همه میشنفید میده این چی میگه به من این به من و شما میگه که این زبان شناسنامه من و شماست این یه ناسنامه تو جیب من هست تو جیب شما هست روی گفتار من و شما هست به ما میگه ما با هم خانواده ایم ببینید زبان چیز ساده ای نیست ها من میبینم اکثر این همیهنان ما اینجا میان بچه هاشو فارسی دیگه نمیدونم این بدبختی ماست به عکس خودم مثال نمیزنم چون من خودم که دیگه تعصب روی مسئله داشتم فرزندان من پزشک و حقوقدان و غیره بودن و همه فارسی خوب حرف میزدن فارسی البته برای انگلیسی هم یاد بگیرن بسیار خوبه دو تا زبان یاد بگیرید دو تا آدمی سه تا زبان یاد بگیرید سه تا آدمی هیچ اشکال نداره ولی فارسی ندونستن برای یک ایرانی که پدر مادرش ایرانی ننگه به هر حال فرق نمیکنه هر آدمی من شما در هر کجای گیتی که باشیم در هر جای گیتی که باشیم وقتی دهان باز میکنیم و سخن میگیم به زبان خودمون میگه آقای ایرانیه چیه شناسنامهمون رو نشون دادیم شناسنامه ملی و باستانی و تاریخی و نژادی و گذشته خودمون ر دادیم که ما فارس زبانیم البته برای بقیه هم فرق نمیکنه یک انگلیسی یک آلمانی یک ترک یک عرب یا هر کی تا حرف میزنه میگن یعنی این عربه این انگلیسیه این نمیدونم آلمانیه و غیره چرا اونام زبونی که حرف زدن شناسنامهشون بوده پس وقتی من میگم زبان شناسنامه ملی هر آدمیه به این دلیله تئوری نیست از خود درآوردن نیست این سخن واقعیه به هر حال باید زبان رو بشناسیم زبان رو بشناسیم خیلی ساده است این زبانی که انقدر ساده است علامت جمعش فقط دو است این زبان که بسیار ساده است که زبانها و زمایل دستوریش هشت تاست من تو او ما من تو او ما شما ایشان آنها و همین نه زن داریم توش نه مرد داریم توش ببینید من زمانی که رفتم برای گرین کارت پیش یکی از این افسران چیز اداره مهاجرت وقتی صحبت شد من دو بار اومدم بگم مثلا اون خانم گفتم هی کسی که واقعا من اسم بود اشاره کرد گفتش که او شیه افسر مهاجرتی گفت من میدونم ایشون چی میگه این این زبان این زبان پیشرفته است فرق نمیکنه برای ایرانی که این طرف زنه یا این مرده وقتی میگه او یعنی اون مرد یا اون زن خانمی رو دیدم او به من گفت منم پاسخ او رو دادم راه حالا هی بگر پیدا کن شی بگر پیدا کن اینا نشون میده که این بقیه زبان ها گرفتار تئوری زن و مرد شناسی شدن <تصفح> چیزی که الان همه ما باش درگیر بیخود هستیم از این نکات زیاد بود حتی هم افسر ماجری گفت شما سخن رو بگید من میفهم چی میگید من احترام میذارم به اینکه گهگاه چیزایی از زبان خودتون در اون به کار میبرید خب وقتی ما ارزش زبان مادری ما اسمش میذاریم زبان مادری چون عزیزترین کس برای ما مادرمونه پس وقتی ما میگیم زبان مادری یعنی چیزی که عزیزترین چیزیه البته بهتر بگیم زبان نیایی چون وقتی نیا, نیاکان ما باشن پدران و مادران فرق نمی کنن اینا رو بشتسی و در شناخت اونها مجاهدت و فداکاری بیشتری داشته باشیم اما زبان چیست حالا ما این میگیم زبان 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 اصلا بیایم تعریف علمی زبان رو بکنیم زبان ابزاره خب دقت کنید ابزار گسترش خواستهای درونی جمجمه است به وسیله دستگاه آوایی ما برای اندیشه دوستان و پیروان خودمون یعنی اگر ما به وسیله این دستگاه آوایی این خواستهای درونی خودمون رو به وسیله زبان منتشر نکنیم پخش نکنیم هیچ کس نمیفهم چی میگه الان من اگر با زبان فارسی سخن نمیگفتم شما چه میدونستی ما چی دارم میگم بنابراین این بزرگترین ارزش زبان زبان ابزار گسترش خاصهای های درونی مغز هر کسی است برای پیرامونیان خودش حالا ما هنوز به خط نرسیدیم ها خط فرزند زبانه تا زبان ندونیم خط معنی نداره خب میبینید که این پدیده چقدر مهمه پدیده زبان چقدر مهمه چون ما با این وسیله پیوند میان خودمون و پیرامونیانمون پدید میانیم حالا بهتره ما اصلا از ریشه بریم بررسی کنیم تا ببینیم اصلا این زبانی که ما انقدر بهش توجه میکنیم از کی آغاز شده این بشر از کی تونست حرف بزنه خیلی مهمه بشر تا از کجا فهمید میتونه حرف بزنه هیچ کس واقعا نمیدونه که آدمی از چه زمانی سخن گفتن رو آغاز کرد چرا خیلی ساده است برای اینکه بشر از هنگام از یک میلیون سال پیش ده میلیون سال پیش ما کاری نداریم از چند سال پیش کمتر یا بیشترش وقتی پدید اومد بعضی ها معتقدن نه خیلی ساده و خیلی زود تو توانست سخنانی به از کجا؟ باید واژهای بدونه تا حرف بزنه اونا اخصاص چیز شنیم بود اون زیست شناسا نظر بود که دستگاه گویایی بدن آدم ساخته شده بر حرف زدن اون راست میگن بله ببینید دستگاه گویایی بشر حالا آره ما بشر میگیم از جانداران میگیم عبارت از لبها دندانها دندانهای جلو مهمتر از همه زبان زبان ما زبان بشر زبان آدمی و بعد این تارهای صوتی این چقدر اینا دوره هم جمع میشه دستگاه آوایی ما رو تشکیل این رو هر جانداری نداره زبان گوسفند فقط میتونه بگه ب اصلا نمیتونه به چرخه زبان اسب همینطوره زبان سگ همینطوره ولی زبان آدمی هفده عزله داره این میتونه عقب بره جلو بره بی پیچه حرف بزنه جلو زبان به دندون بچسبه عقب بره همینطوری یک کمی زبان یک کمی زبان ما کوتاه یا یه کمی یه میلیمتر بزرگتر باشه میبینید بعضی ها تک یا, یا کمی از لغات رو عوض و خیلی با نمک کرد بیزنن ولی به هر صورت حرف میزنن خب ما تا اینجا متوجه شدیم بعد بنابراین نمیتونیم بگیم بشر تا به دنیا اومد تا ساخته شد اومد تو حرف بزنم گویا شد نه همچیزی نیست برای اینکه بشر تک گذران بوده باشار اجتماعی نبود تک تو جنگل زندگی میکرد آب جوی ها رو میخورده هر حیوان کوچیکی رو گیر می آورده میکند پوست و گوشت رو میخورده اگر هم نیاز جنسی پیدا میکرده جنس مخالف گیر می آورده نیازی هم به سخن گفتن نداشت بعد از رفت, رفت نیاز هم دیگر نمیدیدن بنابراین این آدم تک گذران این موجود تک گذران نمیتونسته زود حرف بزنه صحبت دیگه صحبت دیگه اینه خب همین انسان انسانی که ما داریم این زبان رو دیگه همینی که من گفتم اگه گوش نداشت گوش نداشت مثل بچه هایی که کر به دنیا میاد این هم لالن همه دستگاه رو دارن ولی گوش رو ندارن که بشنون چی میگن جواب بدن بنابراین گوش رو هم میتونیم به عنوان کمک دستگاه گوارش دستگاه شنوایی و زموز. خب اما آیا واقعا انسان آدمی انسان ناطقه نه هزاران حیوان هستن کبوتر شما یک کبوتر از ایران بیارید توی آمریکا پرواز بدید داره یه روز دو روز با رو دیگه آشنا میشه اینا زبان به تحریز گفتاری مثل ما ندارن اینا با پرشون با بالشون با بغبغوشون با چه چیز چیزی بود زنبورای اصل با پروازهاشون محل کندوها میدن ماهی ها حتی در دنیای خا... ساکت اقیانوس ها و دریا ها با پرتکان ها دادن بار و اینها حرف بزنم اونا رو ما کاری نداریم ولی به صورت اینکه من بیشینم رو جلوی شما حرف بزنم و شما بدونی چی میگم در این صورت شما یک امتیاز مخصوصی دارید برامه خب اینا رو فهمیدیم ولی هنوز نمیدونیم انسان از چه زمانی گفتن رو آغاز کرده برای این کار خیلی کار اومدن خیلی بررسی ها شد خیلی صحبت ها شد این بود که خواستم ببینند که انسان که این دستگاه آوایی خودش رو به کار میدازه گفتم همه جور چیز بودن اومدن چند تا دانش من زمان هم زیاد نیست باید خیلی خلاصه بگم چند تن از دانشمندان در حدود صد سال 100 سال پیش اومدن یه کار ابتکاری کردن آمدن گفتن که ده تا خانواده داوطلب رو انتخاب کردن گفتن اینا مادراشون زنانشون که حامله میشن باردار میشن اینا بچه ها رو بلافاصله به ما تحویل بدن این داوطلبان این کار کردن به مرس که بچه به جهان پای گذشت تحویل این دانشمندان داد ده تا بچه رو گرفتن اینا رو در یک پروشگاه نگه داشتن در نهایت بهداشت و اینا بررسی کردن کاراشون رو کردن و اینا رو جده زمنن ده تا پرستار لال انتخاب کردن این پرستارهای لال رو هم آوردن همراه اینا کردن به سپور سپردن حتی با زبان لالی و جیغ و دادم با اینا حرف فقط غذاشون رو بدین تمیزشون بکنین کاریشون بکنین اینا در نهایت آسایش باشن ویتامیناشون رو میدادن همه کار میکن. ولی بچه ها زدی خب تا دو سه ماه اول بچه ها گریه میکرد فقط گریه یواش خب خوب بهتر شدن نشستن گریه ها قد شد خوب بهشون رسیدن ویتامین ها اینا چار پنج تا از ماه هشتم نهم گوشی های بزرگ تو تالار اینا گذاشتن و پزشکان اونور روانشناسان نشستن گوش کردن بعد دیدن این بچه ها نه ماه ده ماه که شده میشینن منصر غذا میشن غذا دیر میرسه موقعی که منصر نون میشن با یک دیگه اوکو 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 اکو گفتن خب اولین سخنی که بشر گفت اوکو به معنای نونه حالا کشفی کشفی رو کردن و این کار انجام شده این یکی از تحقیقات زیاد شده که اگر زمانش برسه در زمانهای بعدی من در این زمینه صحبت میکنم این بررسی زبان بود که بشر چگونه تونست حرف بزنه و بالاخره بشر زمانی تونست حرف بزنه که اجتماعی شد اومد در کنار رودخانه ها از غار نشینی اومد کنار رودخانه ها اجتماع پیدا کرد زمین پیدا کرد همدیگر دید برای اینکه با همدیگه حرف بزنه ناگزیر شد حرف من زمانم بینندگان از من بیش از دو دقیقه نمونده بحث زبان یک بحث گسترده است گسترده گسترده به قول شاعر می گفت زبان فارسی مثل اقیانوس هر چی جلو برید این اقیانوس گسترده بید. در زمان که خیال میکنید به پایانش رسیدید به یه تنگه می رسید از اون تنگه رد میشید دریای گسترده دیگری جلوتونه اما همین زبان این زبان فارسی اینقدر زیباست اینقدر زیباست که شما زمانی که در اوقات که در یک کشتی بزرگ نشستید با راحتی دارید میرید و این زبان را به شرطی که زبان رو بشناسید من زمانم در اینجا تقریبا داره پایان پیدا میکنه امیدوارم که اون چی که گفته بودم با اینکه مقدمه است ببینید بشنوید بر برنامه های بعدی حتما دنبال این برنامه گرفته نخواهد شد چه بسا که نکات جدیدتر اصولا از که زبان فارسی پیدا شد از که ما ایرانی ها فارسی اصلا زبان ما از کدوم شاخه گرفته شده چه شاخه گرفته شده این شاخه از کجا اومده چه تو شده اینا رو در بررسی های بعدی در زبان ش... شناخت زبان بعدی با همدیگه سخن میگیم ببینیم این کشتی عظیم که بهش افتخار میکنی در دنباله زندگی خودش که فعلا سرنوشتش به دست ما سپرده شده به کجا خواهد رسید روز و روزگار بر شما خوش باشه تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران